درود می‌فرستم خدمت همه عزیزان همراه. عرض کنم که برای کسایی که تازه شروع میکنن، خوشنویسی نص تعلیق رو باید مواردی که خیلی مهم هست رو رعایت بکنن. اولین چیزی که وجود داره در خط نص تعلیق یه زاویه خیلی مهم داریم و که اکثر حروف و کلمات رو اون زاویه نوشته میشه. الان شما تصور کنید این 90 درجه هست، زاویه وسط 45 درجه، بین این دوتا تقریبا این زاویه است که خیلی مهمه، 63.5 درجه هست این زاویه. حالا میگیم 63 درجه. زاویه قلم بر روی کاغذ، ببین الان شما یه موقعی فراموش میکنید تازه کار هستید، این زاویه رو نمیدید 90 درجه است 45 درجه است، یه زاویه تقریبا حدودا 63 رسم کنید. تا فراموش کردید قلمو بیارید روی این زاویه، بعد مثلا شروع کنید به نوشتن مثلا الف. اگر محاسبات در خط خوشنویسی کل خطوط اگر نباشه نمیتونه حروف شبیه هم در بیاد. حالا نمیگیم کلیس بذاریم همه رو دونه دونه میل بزنیم، ولی حدودا دست عادت میکنه و این تکرار مکرر باعث میشه که بتونیم حروف رو مثل هم بنویسیم. و این زاویه بسیار مهم هست که با کمی تغییر اصلا شکلش عوض میشه. شما الان آ رو این الف رو نگاه کنید با 63 درجه سالمه، اگر ما اینو بکنیم 45 درجه زخیم میشه، خطاست، ولی نسلی ما نداریم. اگر بکنیم 80 درجه ببینید خطاست، اینم خطاست. پس شما زاویهش رو پیدا بکنید. و نکته بسیار مهمی که وجود داره در خط نسلی و کل خطوط، محاسبات از طریق نقطه گذاری، یعنی اندازه حروف مقیاسمون نقطه است. نقطه نص تعلیق مربع است، مربع نه مستطیل بشه نه کوچکتر از مربع بشه به شکل لوزی. بعضی اینجوری نقطه رو میذارن، اینا اشتباهه. باید کمی قوس هم راهش باشه، خیلی کم، این یک نقطه است. دو نقطه بخوایم بگذاریم به این شکل، مثلا الف رو میخوایم بنویسیم، ببینید این سطر هست، سطر در خوشنویسی که حروف روش سوار میشن، ما 3 نقطه رو باید در نظر بگیریم که الان زد بیرون. دوباره دقت اون باید بیشتر باشه، از پایین به بالا البته باید بگیریم. این الان 3 نقطه است، ما یک کادر هم بالا رسم میکنیم. مثلا برای نوشتن الف اول یه الف صحیح مینویسیم به این شکل، میگیم 3 نقطه هست. خب این کادر رو ما داریم، در کنارش میایم این حروف حرف رو تکرار میکنیم. برای نوشتن الف هم 3 تا حرکت عاملش میشه، یکی ورود، یک هم سمت چپ میاد خط عمود، و در نهایت سمت چپ، یعنی یه مقدار از طرفین باید بیرون بزنه که میشه شکل الف. شروع میکنیم میایم سمت چپ عمود میکنیم، در نهایت هم زاویه هم 63 بر میداریم، قلم رو کامل میشه و از ورود تا خروجش کامل باید قلم رو کاغذ باشه، نه که انتهاش برداشته بشه، این اشتباه. حالا کادر رو رسم کردیم، میخواییم الف هامون رو دقیق بنویسیم. این درخت های جنگلی که همه با هم موازی هستن، یک دونه اگر کج و کله بشه تمام اون نظم رو به هم میریزه. مثلا الان شما یه دونه کج بذارید مثلا این نظام رو به هم میریزه. پس هر چقدر دقت نزدیک به هم میریزیم دقتون بالاتر میره. روش تمرین خطاطین قدما به این شکل بوده، چون کاغذ دست‌ساز بوده و نمیتونستن زیاد تهیه بکنن، صرفه‌جویی میکردن و حروف رو کنار هم انقدر مینوشتن که تا در مصرف کاغذ صرفه جویی بشه، از اون طرف هم باعث میشه دقتشون بالاتر بره، حروف خیلی به هم نزدیکتر بود و خطاشون کمتر میشد. پس لذا همینجور ادامه که دادن شد، سبکی از خوشنویسی ایرانی به اسم نستعلی، به اسم سیاه مشق. حالا ما تو تمریناتون باید از اینا استفاده بکنیم، حروف رو کنار هم بنویسیم، دقتون بالاتر میره، زاویه‌مون میزونتر میشه. یک کم کم زیاد بشه میدونیم که اشتباه کردیم، دقیق میزونش میکنیم. الان ببینید یه خورده اگه من اینو پهنش بکنم مثلا شکلش تو اینا مشخص میشه خراب، دوباره برمیگردونم به حالت اولش. خب اینا نکاتی هستش که حتما باید توی خوشنویسی
نستعلیق رعایت بشه تا این تکرار مکررات باعث شه که حروفمون شبیه هم در بیاد. پس این زاویه بسیار مهمه، نقطه رو حتما باید بدونید به چه شکل بگذارید. اگر ما این ارتفاعمون رو اینجوری نقطه بذاریم، خب این ارتفاع از 3 نقطه به 3 نقطه و نیم تبدیل میشه، این اشتباهه. باید اول طریق نقطه گذاریمون رو یاد بگیریم، روشش به چه شکل هست، بعدن بیایم مثلا الان 3 نقطه است، ما میخوایم 4 نقطه، میخوایم برای لام باشه بشه 5 نقطه. حالا اینا رو همش به یکی یکی بهش خواهیم رسید. حالا درسته بعدی دال هست، واب هست. مثلا باید دال ارتفاع چقدر باشه؟ 2 نقطه. حالا اینا رو من تمام اسراری که توی حروف هست رو براتون شرح خواهم داد و انشالله که بتونید استفاده کنید. ممنون از اینکه وقت گذاشتید، توجه کردید. تا درس بعد.